سلام، این آخر کارا، عکسش تمام شدش. اول سنبادمونو میگیریم و دستگاه رو از تو ماشین در آوردیم، یکی یکی میبریم توی پذیرایی. اینجا میفته، ولی بازم از پامون کمک میگیریم و میریم واسه اینکه دوباره بر نگردیم. یکم کالیبرمون گشاد شده. خب این پذیراییش، یه چوب خوشگل، ولی خب خرابش کردیم. این برمینی همه جا رو ریدم، لوله جاورقی وصل کردم، ناز کردم سنباده ها رو و طلق دوباره برمید. اینجا هم که این یه قطعه شکست و کارش نمیشد کرد، هم داختم سطحش کار خدافز. جاورقی روشن میکنیم و سنباده میزنیم ببینیم چه خبر میشه. یکی همشون زده بودم، یکی همشون دوباره میزنیم و این که ببینیم یا جا درمیاد. جای برگه دیر خودش میکشه، میاد جا رو برگه آفرین. جا رو برگه بود بزیم. خب سنباده میزنیم همچنان به شماره 36. این بازیکن همچنان صدر جدوله. آها، پذیرایی تموم شد. آفرین. خب حالا میریم سنباده بعدی رو داشته باشیم. طلب خب این هم سرداش خواهد هیدو سنباده جدید بر میداریم و میزنیم روی دستگاه و شروع میکنیم به ادامه کار. خب بقیهش هم سنباده خب من یه چایی بخورم. آره همچنان دارم سنباده. این آشپزخونه‌ش یه جور دیگه هست. خب اینجا هم سنباده میزنیم بند دیگه. زمینش صاف نبود، تراز نبود. دست که دیگه بسی خودش رقص میکنه عربی. اینجا هم که چشم نمیدید لامپ روشن کردم و یه رفت و یه برگشت. برگشت به اینجا که میرسه طلب آها فیوز پرید. کلیدر خاموش کن، جار برقی خاموش کن، فیوز ها کجا بود؟ آمین همکارون یزی گفت فیوز ها تو زیر زمینه. خب میریم که داشته باشیم. چه هوای خوبی. خب یه سیگار روشن کنیم اول از همه و یه ها ضبط روشن میشه. مگم برات آقا جان، ما هر روز اون داستان داریم. خب حالا این از زیر زمین یسو چراغ هم که نداره، اب نداره، ما که چه خودمون چه قوه داریم که. میریم که داشته باشیم. یه سیزه اینجا آفزون کردن نام چلو چی بود، میوه بود، سبزی بود. خب این فیوز هم وز کردیم. اینجا هم پتستگاه هیچی ننوشته بودن که چه همه هم پره چی جوریه. خب میریم که داشته باشیم ادامه یه سیگار کشیدن اونو. به به چه هوایی. کیسه جارو برقی خالی کن. 5 تا کیسه جارو برقی پر شد. بریم ادامه کارو داشته باشیم. بله اون روز کف کلش رو سنباده زن با 36 شد. فرداش دوباره باز اومدیم کیسه جارو برقی 2 تا دیگه بر میداریم و ادامه کار. رفیقمون هم اومده کمک کنه امروز، همین درش سرویس میکنیم. به 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 چه هوایی. حمدی یکی مال تو یکی مال من. خب مثل کیسه بوکس شده اینقدر پر شده. به به خاکره کسی خواست بسش صادر میکنیم.
میتونیم روزی 5 تا کیسه براتون بفرستیم و این هم مثل شلوار پاش میکنیم، درشو میبندیم و پلاک استارت دوباره. حالا اون کار تموم شد، میایم چیکار میکنیم؟ کار خاصی نمیکنیم، درزین رو وصل میکنیم، فاینر هم وصل میکنیم، بغله کار رو میزنیم. بغله کار با سنباده 80، از فاینر شماره 60. جور بقیه هم وصل میکنیم بینش که گرد خاک نشه و این هم وصل میکنیم به برد. تو هم برو بالا. خب شروع میکنیم که داشته باشیم. این یه قسمت هم حالا که زدیم به دست به درد با این هم رده اون بوده هفته از بین ببریم و جهت همون چوبی که هست به همون سمت چوبه رو سر میدیم که دستگاه رو سر میدیم که رد کم تاییم. خب بعدش هم با دست انجام میدیم که نمیشه که هیچ دیگه ردی نمونده و خیلی قشنگ و خاکاش هم فوت میکنیم بره اون دست. اینجا باتری پیدا کردم. آها نیفتاد برای خودش تو، ولی بازم هم میگم که شما فکر کنید من بخوام داخل کیسه دست باشم و یعنی کارمون که داشته باشیم. چپ راست چپ راست این بازیدم حالا میگه روی گوشه گوشه ها خیلی راستان داره ولی باید نداره ما میتونیم. خان دوباره سنباده میزنه با دست. این بازی کن زمین لرزه نیست به خدا، دورش دون شده. خب دوباره بقیهش هم باز به دستگاه اون ده وقتی چایی در میکنم. خب حالا روی این اسکل چوبیشون هم میزنیم با سنباده. خدایش خیلی خوش بکنم پس خوش از خوش به سر جمعیم. چه نروزیون دارم. خب بالا رو زدیم بقلش رو میزنیم. این دوری من نه همچه این دوری میده این می طرف هم به دو سایی پایش میده بنزیم بسکش سازم یه جاله برده رو دوباره بس میکنم ادامه یک باره میزنم. خودش اون چه خوشگل شد بسکش به سر جان. تو اسطوره ای بودی واسه خودت. پسر شاه باشه دستخوش، پسر نجار باشه. بقیش هم با دست گردش میکنیم که حالشو ببرم. خب میم از این برم میزنیم خودش تغییر بهش. آقای تمسان رنگدانه ها رو بهش یکی یکی داره از بین میرم. به و به و به دست خوش دست خوش پسر تو حیفی واسه سوید دست خوش. خب یه جورا میکشیم و تمام. خب این بر چه خبره؟ لباسمون هم داره بردیم و آها دوباره باز به سنباده 100 اون 50 هم میکنیم این از این دور تو کام نزدیک 160 180 تا سنباده از بین رفتیم.
یماش عالی. حالا میریم شماره 100 وصل میکنیم و 80 بود یا 100 بود؟ 80 بود، 100 بود، 80 بود. خب این هم وصل میکنیم، 80 بود. خب از همین ته کار بگم وصل میکنیم بهشو. دست خوش. خب میریم که داشته باشیم. این هم طلق روشن میشه. اینجا هم تمام میشه. این اولین اتاقی که از در میاد. چه وان 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 طلاق طلاق این تو اشواز کنه. اون یکی دستگاه رفیقم درست کنه هم کنه. خب همینی چگاه میگونی جنوه کنیم چقدر بعد جنسی هستم همینی تاپ جاروارش خاموش کردم و یه نگاه نمو بگنش کردم و خداحافظ. اینجا تازه فهمید ولی خوبی چی نبید سر خوبی. خب حالا زیر این شمینهشون هم میزنیم این برش هم میزنیم. باریکالله آقای دستگاهش اومده قسم در جریان باشید. واسه کسایی که با دستگاه لرزون این کار با اینجور چیزا کار میکنن که خیلی لرزش داره، اون دستگاهش ضد لرزشه و باعث میشه که دیگه مفصل انگشت به انگشتتون درد نگیره. اونایی که خارج از ایرانن که خیلی راحت میتونن بخونن، تو ایرانن یه سرچ کنن اگه خواستن از یه سری کانادایی یه هر روش هایی میشه خواسته برایشون فرستاد. فیلم کنم قیمتش 500 کرونه توی سوئد، تقریبا میشه 2000 تومان پول ایران، ولی واقعا ارزش داره واسه اینکه آدم مفصلش درد نگیره. خب حالا میریم سراغ اولیا. درشو باز میکنیم. شوپ به 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 این هم که اضافه هست. آه این پارچه تنظیفه، پارچه تنظیف هایی که تو ایران هست. بعد اینا پیرهن سفید میگیرم، مثلا پیرهن هایی که میخواستم بندازن دور نمیم حالا چجوری جمع میکنن، کجا کارخونه ها بهشون میدن. اینا هایی که لباس ها رو جمع میکنن بهشون میدن آشغال میده نمیدن. باید مثلا میبینی جیب داره، نمیدونم سراستینه، یقه داره، خیلی جالبه. پارچه تنظیف و این اینو بیشتر استفاده میکنم تا پارچه تنظیف به خاطر میلیو و خاطر محیط زیست. خب حالا میگیم دنبال دستکشمون. دستکش که نیست، واسیمون نمونه رو میگیم پیداش نمیکنیم. کجا گذاشتمش خدا جان؟ خب این یکی چی؟ آها این زیره. سلام دستکش. من دستگاهش دارم. شروع میکنیم به اولیا زدن دور تا دور خونه. اول گوشه رو من با دست میزنم، همکارم میاد با ماشین میزنم. بیشتر کارها اینجوری دو نفره گروهیه، یعنی همزمان باید پیش بره. در کل مثلا این اول من میزنم، دونم عجله داره، دست خوش بیشترم میاد و خودش تمیز میکنه و بعدش که اون ماشینه میگیره همه کاراشو من باید خودم میکنم. ای کشم خیلی نداره. زیر پایان میزنیم و
این لبه ها رو یکم بیشتر میزنم گوشه های کارو، که ماشینی که اون میخواد باش کار کنه چون گرده نمیرسه اون تر رو بگیره، اون گوشه ها رو نمیگیره، اون گوشه رو فقط با دست میزنیم برای نه بقیهش رو نمار با ماشین فقط دور تا درسه اون کنه در دمون پنج سال ده سال و اون گوشه های 90 درجه و زاویه که زاویه تونگه در حد مثلا 20 سال 25 سال میان جور تر که دیگه ماشین بتونه پاید. خب بسش روغن میریزیم. اینجا یه خط پیدا کرد، این خط چیه؟ اون موقعی که میخواست با نه یا تنگ تی زمین خیس بکنه چون بعد از سون بوده اولیه رد اون تی مونده بود رو زمین. خلاصه سنباده رو میگیرم و از تو مشهد یا علی برو کنار پسر، برو کنار، من اومدم نکن اول سنباده میزنیم جهت همون خواب خود چو اینه این بری بود، اینه این بری بود، به 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 برو روش به به خوشگل بود نشوالی اینجا هم که هستش به نادم اینجا هم میزنیم. خب بعد دوباره میمیده با کار خودمون همچنان داره کار خودش رو میکنه، ما کار خودمون کار خودش، هر کسی کار خودش، تیشبم باور خودش. خب بیا بیانم بسید میزم اینجا پسر جان حالش رو ببر، دوباره میریم زیر رادیات رادیات هم میزنیم دور لوله. خب این اتاق خواب هم این چوش رو بزنیم، این هم میزنیم، خیلی زیبا خیلی قشنگ شیک و مجلسی، دست خوش اصلا نترسیم، هرچی هم که شد به در دیوار مالیدیم با یه پارچه دیگه تمیزش میکنم، بعد یکم سفید میشه. خب با بیشون که دست کشیدشم ولی همه انگوشت هم هنوز که سه روز گذشته همه سفیده، به خدا این ناخونه هم سفیده سفیده دور تا دورش. بمال 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 یکم دیگه بمال 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 ای میمالیم آقا جان. خلاص اینم از مالش های روغن به پارکت. آره فکر رو عوض کن بزار جان، فکر بد نداشته باش، روغن میمالیم ما. آفره خواه داشته باشیم با یه پارچه تمیز دیگه، جایی که کثیف شده دو چوب اون سفید شده بود که نباید سفید بشه اونا رو پاک میکنیم و خیلی شیک و مجلسی پارچه‌مون رو اسپاره میکنیم دوباره، این ذخیره میکنیم مثل بعدنه. آره این از اینجاش بسته دیگه، خودش هم ویدیو گرفتم برون بر بسته آقا، به قرآن بسته، ما فهمیدیم چی شد، نمیخواد بیشتر توضیح بدی، برو قشنگ گوشه نمیخواد قفلی زدم تمیزش کنم. آها مرسی این بازی کن. خب حالا ببینیم حمیدی چی کار میکنه. حمیدی آلبانی هست، آلبانیایی. بله این بازی کن خیلی شیک و مجلسی. آها خب شد، رفتیم خونه، فردا اومدیم خوش شده، دوباره باز جارو برقی رو وصل میکنیم و یه سنباده 500 دور تا دور خونه. اینجا که ایتا روشن بود که هم نزنم به این، شاید فیوز دوره بپره، میزنیم به یه پیوز دیگه. خب اون داره با دست دورشو میزنه، بعد منم باز با دست بزادم، بعد جارو برقی رو هرچی دوره باز کار کنه هر طور جمعش میکنیم. خدا هیچ مادم تمیز کاری هستم، انقدر که من این چون کار تا این چند با جارو برقی زادم که کل عمرم مثل مادرم جوابه هم جوابه. چرا واقعا آقا جان چرا؟ آهان جوابه هم نگاه کن، یکیش یه تره یکیش یه تره دیگه، اشتباه بزرگم به خدا هم چیز نیست، مد نیست. خب حالا میام خودم دوباره از این که اتاقم میزنم تا حمیدی دوباره اونورم کار کنه. ماشاءالله خودم
ببینید سفیدش چقدر رنگش قشنگ شد. اون سفیدی که میزدیم شده این خوش شده. رگای چوب قشنگ معلومه، خیلی زیبا و مجلسی. این همون چوبیه که روش قفلی زده بودم یادتون بیاد. ماشاءالله ماشاءالله به خودم. آها حالا میریم سراغ واکس روش که هم سفتش میکنه، هم یکم براقش میکنه و هم ضد آبش میکنه. یعنی مقاومت پس آبم دارم. خب اول با پنسل دلدردورشو میزنیم، دلدردورشو میزنیم و بعد میریم با روله میزنیم که قشنگ یک نواخت بشود. اینم با روله، روله کوکولو. آها آها اینجا هم نگاه کن قفلی زدن خودش. این میکشم هی روغن زیاد بود، این واکس اولیا زیاد بود. آها خب بیا حالا میریم سراغ حمدی. حمدی با این روله گنگولو میزنه، گنده گنده روله رو میگیره با چپ و راست، چپ و راست، ار راست به چپ، ار راست به چپ. حالا بریم دوربینم بزنیم وسط جلو پاش. اها خدای ناکن چه خوشگل میزنه، دست خوش داری تو پسر. آفرین ماشاءالله. وای خودش جزو کار سخته. آها خب اینم از این ویدیو، این یکم متفاوت بود با بقیه ویدیوهای ما. اینم عکس تمام شده کل خونه. لایک یادت نره. خدافظ.